إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قيامة مكية. سوره مبارکه قیامت از جمله سوره‌های مکی هست و این سوره مبارکه در ترتیب نزول 31 سوره است و در ترتیب مصحف یا سوره 75 و تعداد آیاتش هم از 40. سبب تسمیه سوره به قیامت به خاطر شده که الله متعال در آغاز این سوره مبارکه به روز قیامت قسم یاد نموده است تا دلیلی باشد برای اثبات حقانیت آن روز و همچنان ردی باشد بر کسانی که از قیامت منکر هستند. مناسبت این سوره مبارکه با سوره ما قبلش که سوره مدثر است در دو چیز است. یک، در پایان سوره مدثر الله متعال علت پن نگرفتن کافرین بیان کرد. گفت یا رسول الله لا يخافون الاخره، آنها از روز آخرت نمی ترسند. حالا در این سوره مبارکه دلیل اثبات قیامت را ذکر میکنه و همه احوال و شدائد آن را همراه با مقدمه قیامت که در حق هر انسان است، عبارت از حالت نزع است، یعنی خارج شدن روح از بدن است، بیان میکند. دوم، مشرکین عرب همان گونهی که منکر توحید بودن همین قسم از قیامت هم انکار میکردن. لذا سوره های گذشته مسئله توحید است و حالا از سوره قیامه تا سوره طارق مسئله حقانیت قیامت است. محتوى و خلاصه سوره مبارکه قیامه، این سوره مبارکه مانند دیگر سوره های مکی اثبات یکی از اصول دین و ایمان است و آن عبارت از اثبات قیامت و بیان احوال و شدائد آن روز و همچنان ذکر حالات خروج روح از بدن و بیان اطوار خلقت انسان است. تمام آیات سوره قیامت در دو بخش تفسیر می شود. بخش اول آیت نمبر 1 الی 25 و بخش دوم آیت نمبر 26 الی 40. بخش دوم سوره مبارکه قیامت آیت نمبر 26 الی 40، در اینجا سه مسئله مهم یاد می شود. مسئله اول بیان کیفیت جدا شدن روح از بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إذا بلغت التراقي. بعد ذکر الله متعال محبت دنیا را مانع عمل آخرت معرفی کرد و گفت که بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. آلی و ایره هم بیان کرد که الله متعال گفت که دلبستگی شدید شما به این دنیای مادی شما را غرق شهوات دنیای زودگذر ساخته است. به همین اساس است که نه شما اندیشه درباره آخرت دارین و نه هم آمادگی برای انجام عمل آن روز. بناهن این حب دنیا همه چیز را از خیال شما دور کرده و چشم قلبتان را در مورد قیام قیامت کور ساخته است. و بعدا الله متعال احوال و سختی های قیامت بیان کرد و احوال مؤمنین و کافرین را در آن روز بیان کرد. آلی الله متعال در این آیات مبارکه با خبر می سازد که این جهان فانی و این زندگی را پایان است که آن عبارت از مرگ است. در این آیات همان لحظات دردناک مرگ و کیفیت مفارقت روح از بدن و پنج حالت رنجباری را که انسان در سکرات موت میبیند بیاد شده است. کلا
هرگز چنین نیست که شما گمان میکنید. کلا هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید. اذا بلغت التراقیه، اذا هنگامی که بلغت التراقیه، برسد جان به گلو، اذا هنگامی که بلغت التراقیه، برسد لحظات اخیر عمر انسان، یعنی زمانی که لحظات اخیر عمر انسان میرسد، برای انسان گفته می شود که ای انسان، آیا دیدی عجز و ناتوانیت را؟ کلمه کلا در اینجا برای زجر است، که یعنی ای انسان، زمانی که تو مرگ را مشاهده بکنی، همه آنچه که در دنیا در مورد قیام قیامت برایت خبر داده شده بود، در لحظات سکرات موت، در لحظات اخیر عمرت، دیگه هرگز تکذیبش نمیکنی، چرا که این همه حقایق را تو همان لحظه میچشی و به چشم سر مشاهده میکنی. دوم حالت، وقیل من راق. وقیل، و در این لحظات حساس اطرافیانش به تلاش عالمی یا به تلاش دم کننده یا دعا کننده یا طبیبی میگردن. وقیل من راق، و گفته می شود برای امی شخص محتضر، امی کسی که در سکرات موت قرار داره، برای ازی گفته می شود من راق، آیا کسی هست که برای دم کند؟ شاید بتواند تو را از این لحظه نجات بدم. آیا کسی هست که برای دعا کند؟ آیا طبیبی داری؟ آیا دلسوزی داری که تو را از این لحظه خطرناک نجات بدهد؟ وقیل من راق، و گفته می شود که آیا دلسوزی داری؟ دعا کننده داری؟ طبیبی داری؟ یعنی اطرافیانش به جستجوی طبیبی و یا هم دعاخانی می برایند تا شاید بتوانند که او را از این حالتی که در آن قرار دارد شفا و یا نجات بدهد، در حالی که نمی دانند که نه دوای طبیبی برایش فایده می رساند و نه هم دعای دعا کننده و نه هم دمی دم کننده. و شخص محتضر در حالتی قرار دارد که چیزهایی را می بیند که شما آن را نمی بینید. وقیل من راق، و گفته می شود که آیا دم کننده داری، دعا کننده داری، طبیبی داری تا شاید بتواند تو را از این لحظه خطرناک نجات بدهد. سوم حالت، حالت شخص محتضر، و ظن انه الفراق، و ظن، و او یقین میکند، انه الفراق، که وقت جدایی رسیده است. و ظن انه الفراق، و امی شخص محتضر در حالت قرار داره که او یقین میکند که وقت جدایی، انه الفراق، وقت جدایی رسیده است. او میداند که وقتی رسیده است که باید از همه محبوبانش جدا شود، بلکه از دنیایی که برای حصول آن تپیده بود، از زن و فرزندی که به خاطر ایشان هر نوع دروغ و فریب و ظلم و استبداد را مرتکب شده بود، از جاه و جلال پوشالی که در بدست آوردن یا رسیدن آن از هیچ نوع دسیسه و سازش قتل و کشتار و تجاوز دریغ نکرده بود، الان میداند که همه اینها با این همه یأس و حسرت و ناامیدی من از اینها جدا میشم. سیوم حالت شخص محتضر، و ظن انه الفراق، و او یقین میکند که حالت جدایی رسیده است. چهارم حالت شخص محتضر، والتفت الساق بالساق، و پیچیده میشود یک ساق پا در ساق پای دیگر، یعنی توانی حرکت از پاهایش گرفته می شود، او دیگر نمی تواند حرکت کند. والتفت الساق بالساق، و در هم می پیچد یا پیچانیده می شود یک ساق پا با ساق پای دیگرش.
بعضی از علما گفتند که این آیه کریمه کنایه از شدت و سختی مرگ است. و سعید ابن مسیب رحمه الله میگه که مقصود آیه پیچاندن ساقهای میت در کفن است. حالت پنجم بعد از بیرون شدن روح از بدن بیان میکنه که حرکتتان نقطه نهایی سفرتان نزد پروردگارتان است که او آغاز میگردد. الى ربک به سوی پروردگار تو است یوم اذن در آن روز المساق رجوع همه. الى ربک به سوی پروردگار تو است پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی پروردگار تو است یوم اذن در آن روز المساق رجوع همه. یعنی ای آیه کریمه نقطه نهایی سفر انسان تعیین کرد که رسیدن به پیشگاه پروردگار است. چنانچه نظیر این آیه کریمه در آیت نمبر 12 همین سوره وجود داره، الى ربک یوم اذن المستقر. و در سوره انشقاق، یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. و در سورة علاق آیت نمبر 8، ان الى ربک الرجع. و در سورة مؤمنون آیت نمبر 115 هم نظیر این آیه کریمه وجود دارد، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. مسئله دوم، بخش دوم سوره مبارکه قیامت، بیان عمل کردهای قبیح انسان منکر قیامت. قال الله متعال عملهای قبیح انسانهایی که منکر قیامت بودن او را عملهای قبیحشان بیان میکنه. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق، پس او به هیچ یکی از اصول و فروع دین باور نداشت. فلا صدق یعنی دین حق را تصدیق نمیکرد، به هیچ یکی از اصول و فروع دین باور نداشت. ولا صلى و نه نماز خواند، نه به هیچ یکی از اصول و فروع دین باور داشت و نه هم صلا و نه هم نماز میخواند. یعنی دو جرم داشت، یکی بد اعتقادی و یکی هم بد عملی. فلا صدق اشاره به انکار انسان کافر از همه اصول دین است، چرا که او همه اصول دین را تکذیب کرد. ولا صلا و ای اشاره به انکار از همه فروع دین است، یعنی همه فروع دین هم چی کرد؟ تکذیب کرد. بعد از او الله متعال بیشتر به صراحت بیان میکنه این مطلب، میگه ولیکن کذب و تولا، ولیکن حق را تکذیب کرد، قیامت را تکذیب کرد، توحید را تکذیب کرد، رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را تکذیب کرد و قرآن را تکذیب کرد و سایر اصول و فروع دین را تکذیب کرد و تولا و روی گشتان. ولیکن کذب و تولا، ولیکن حق را تکذیب کرد و روی دور داد. ثم ذهب الى اهله یتمطا. ثم ذهب، باز رفت الى اهله بسوی اهل و خانواده خود، یتمطا مست و خرامان. ثم ذهب، باز رفت الى اهله بسوی خانواده خود، یتمطا مست و خرامان. یعنی خیلی مغرور و متکبر بود، خیلی مست و خرامان راه می رفت. یعنی این شخص آمادگی برای زندگی آخرت خود را نادیده گرفت و به دعوت پیامبران هیچ توجهی نداد. امروز مسیرش همان مسیری است که خودش در دنیا انتخابش کرد. در این آیات برای شخصی منکر قیامت الله متعال 4 نوع عمل قبیحش ذکر کرد. یکی فلا صدق، دوم ولا صلا، سیوم ولیکن کذب و تولا، چارم ثم ذهب الى اهله یتمطا. قالی الله متعال در برابر اینمی 4 عمل بدی ازی، 4 نوع از 4 نوع مجازاتش خبرش میدهد. ای 4 عمل بد داشته این ای 4 نوع عذاب هم میکشی فردای قیامت.
اولا لکه لایق است برایت عذاب جان کندن. این عذاب جان کندن برایش در برابر فلا صدقه هست که به هیچ یکی از اصول و فروع دین باور نداشت. پس عذاب جان کندن در برابر اینمو فلا صدقه در برابر اینمو جرمش است. فاولا باز لایق است برایت عذاب برزخ. فاولا باز لایق است برایت عذاب برزخ. این عذاب برزخ برایش در برابر نماز نخواندنش است. ولا صلا و نه نماز میخواند. پس عذاب در لحظه جان کندن ای عذابش به سبب فلا صدقه هست و عذابش در برزخ در برابر ولا صلا نماز نخواندنش است. ثم اولا لك فاولا. ثم باز لایق است برایت. اولا لك ثم اولا لك باز لایق است برایت عذاب حساب و کتاب قیامت. این عذاب در برابر تکذیبش از حق و در برابر روگشتاندنش از حق است. فاولا باز لایق است برایت عذاب دوزخ که این عذاب در برابر امو غرور و تکبرش است. ثم اولا لك باز لایق است برایت عذاب حساب و کتاب قیامت. فاولا باز لایق است برایت عذاب دوزخ. آلی در مسئله سوم بخش دوم سوره مبارکه قیامه الله متعال اثبات حقانیت قیامت بیان میکنه، ثابت میکنه و ای را بیان میکنه که خلقت انسان را ما خوردن و نوشانیدن نگردانیدیم، بلکه خلقت انسان بنا بر یک هدفی است. الله متعال برای اثبات حقانیت قیامت دو دلیل عقلی پیش میکنه. دلیل اول، ایحسب الانسان، آیا فکر میکند انسان ایترک سودا که گذاشته می شود بیفایده، رها کرده می شود سودن بیفایده، هیچ تکلیفی در گردنش نیست، هیچ خیری یا خبری از قیامت نیست براش. ایحسب الانسان، آیا فکر میکند انسان ایترک سودا که رها کرده می شود بیفایده؟ انسان فکر میکند که در دنیا هیچ تکلیفی ندارد، در آخرت هیچ مسئولیت و جزایی ندارد؟ نه خیر، انسان مانند حیوان غیر مکلف و به حال خود واگذاشته نشده است. بلکه اینجا سخن از همان انسانی است که انکار میکند از آمد قیامت و گمان میکند که الله متعال چگونه استخوانهای خاکستر شده و خاک شده او را جمع میکند و این انسان خود را فراموش کرده و منکرانه از قیام قیامت سوال میکند. الله متعال میگوید ایحسب الانسان، آیا انسان فکر میکند ایترک سودا که رها کرده میشود یا گذاشته میشود بیفایده؟ نه خیر، آیا امکان دارد که انسان با چنین ترکیبی شگفتاور و حیرتاور آفریده شود؟ باز تمام عالم هستی در خدمتش گذاشته شود و باز آفرینشی از او خالی از هدف باشد؟ نه خیر، بلکه انسان برای هدف بزرگی آفریده شده است، بلکه روزی را در پیش روی دارد که به سوی خالق خود باز می گردد و تحت محاکمه عادلانه پروردگار خود قرار می گیرد و از فلسفه آفرینش و هدف اصلی آفرینش خود و هدف اصلی آفرینشش بازپرس می شود. چنانچه نظیر این آیه کریمه در سوره مؤمنون آیت نمبر 115 هم ذکر شده، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمیشوید؟ دلیل دوم برای اثبات حقانیت قیامت، الم یک نطفه من منی یمنا. الم یک، آیا نبود همین انسان
نطفتن نطفه ممنیی از آب منی یمنا که در رحم ریخته می شود. آیا امی انسانی که قیامت را رد می کند و آمد قیامت را بعید می شمارد، آیا این انسان نطفه نبود که در رحم ریخته شد؟ و ما از آن نطفه انسانی را ساختیم با تمامی حواس پنجگانه و اندام و اعضای سالم. علم یک نطفتن، آیا نبود همین انسان نطفه ممنی یمنا از آب منی یمنا که در رحم ریخته می شود؟ ثم کان علقتن، باز شد همین نطفه خون لخته. فخلق، بعد از آن گوشت و پوست و استخوان آن را خلق کرد. فسوا، و اعضا و اندام آن را برابر کرد. ثم کان، باز شد امین نطفه علقتن، علقه یعنی خون بسته. فخلق، و بعد از آن الله متعال گوشت و پوست و استخوان او را آفرید. فسوا، بعدا برابر کرد اعضا و اندام او را. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، فجعل و آفرید از منه از امیمنی از همین نطفه از زوجین دو جوره را، الذکر والانثى نر و ماده. فجعل و آفرید منه از همین نطفه عل زوجین دو جوره، الذکر والانثى نر و ماده. بعد از آن که الله متعال مراحل خلقت انسان اجمالا بیان کرد، حال همان انسان منکر قیامت را مورد سوال قرار می دهد. الیس ذلک، آیا کسی که یا ذاتی که از منی انسان را می سازد، او ذلک بقادر، او توانا نیست، بقادر علی ان یحیی الموت، او توانا نیست، او قادر نیست که زنده کند مردگان را. الیس ذلک، آیا ذاتی که از منی انسان را می سازد، بقادرین، او توانا نیست، قادر نیست، علی ای یحیی الموتا که زنده کند مردگان را بعد از مردنشان؟ بله، او خوب توانا هست، یقینا که او می تواند که انسان را دوباره ساخته و مورد بازپرس و حساب و کتاب قرار بده و او را در برابر اعمالش یا هم پاداش و یا هم عذاب کند. در آغاز سوره مبارکه ایحسب الانسان الن نجمع عظامه، آیا انسان فکر میکند که ما استخوانهای خاک شده او را جمع نخواهیم کرد؟ و در پایان سوره هم الله متعال میگوید الیس ذلک بقادر علی ای یحیی الموتا، آیا ذاتی که از منی انسان می سازد، او توانا نیست به این که زنده کند مردگان را؟ در حالی که آفرینش بار دوم نسبت به آفرینش بار اول خیلی آسان است، و هو اهون علی، در نزد شما سخت است اما در نزد پروردگار اهون، خیلی ساده و آسان است. در سنن ابی داود روایت است که مردی از صحابه کرام بر بام خانه اش نماز می خواند، و همین که دی آیه کریمه رسید که الیس ذلک بقادر علی ای یحیی الموتا، میگه وقتی دی آیه کریمه که رسید در اخیرش گفت سبحانک فبلع، پاکی از تو را پروردگارم، حتما که می دانی، حتما قادر و توانا هستی که مردگان را بعد از مردنشان دوباره، انسان ها را بعد از مردنشان دوباره زنده کنی. میگه وقتی که ایره خان، مردم درباره از این سخنش از او پرسان کردن و او گفت بله، من آن را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که این آیه کریمه را تلاوت میکردن در اخیرش جواب میدادن سبحانک فبلع. پیام های بخش دوم سوره مبارکه قیامت از آیت نمبر 16 الی 40 برای امت اسلام و مسلمان ها. یک، قرآن کریم از هر گونه تحریف و تغییر پاک است. دوم،
ترسیمی لحظات جان دادن بهترین وسیله برای ترک دلبستگی به دنیا هست. تحبون العاجله کلا اذا بلغت التراقیه. دوم، لحظه مرگ هنگام فراق و جدایی است، البته فراق از فرزندان، اموال، مقام و جایگاه و ریاست و همه. و ظن انه الفراق. سوم، لحظه مرگ لحظه بسیار سخت و ناگوار است، و التفت الساق بالساق. چهارم، تصدیق همه حقایق دین لازم است، و اگر کسی یکی از ضروریات دین را تصدیق نکند گویا کل دین را تصدیق نکرده است. فلا صدق ولا صلى. چهارم، پنجم، دوری از دین و تکالیف دینی عامل غرور و سرمستی می شود. ذهب الى اهله يتمطى. ششم، متکبران باید بدانند که ضعیف و ناچیزند. یتمطا من منی یمنا. هفتم، الله متعال انسان را به صورت کامل و بدور از هر گونه کاستی و فزونی آفریده است. فخلق فسوا. هشتم، مطالعه در مراحل و چگونگی آفرینش انسان از راه های معاد شناسی هست. نطفتن، علقتن، الذکر و الانثه. نهم، اگر قیامتی در کار نباشد آفرینش انسان بی‌معنا و بدون هدف می شود. ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.